کودکان معتاد به مواد مخدر در هرات حکومت را متهم به سهل‌انگاری در قسمت از بین بردن معضل اعتیاد می کنند. شماری از کودکان که در مراکز ترک اعتیاد سرگرم رهایی مواد مخدر هستند تاکید دارند دسترسی آسان به مواد مخدر باعث شده تا پدر و مادر آنها معتاد و سپس آنها معتاد شوند. از سوی هم روانشناسان تاکید دارند کودکان که معتاد می شوند آیندهشان نابود می گردد. با این حال مسئولان محلی هرات از تلاش ها جهت ایجاد مرکز هزار بستر ترک اعتیاد سخن می زنند. سلیم مقیمی گزارش می دهد. اعتیاد به مواد مخدر زندگی کودکانهشان را تیره و تار ساخته است. اما این شمار از کودکان معتاد به مواد مخدر با قلب‌های پاک و چهره‌های معصومانهشان در تلاشند تا از معضل ویرانگر اعتیاد برای همیشه رهایی یابند. این کودکان که در یک مرکز ترک اعتیاد به سر می‌برند، اداره محلی هرات را متهم به ضعف مدیریتی در قسمت جمع‌آوری فروشندگان مواد مخدر و از بین بردن معضل اعتیاد می‌کنند. کوشش خوب کنه خواستم امین. باید خود ما محکم بسیم نکشین دلت میتونه امین مواد فروش اینا نمیتونه جمع کنه از شهر هرات. تا عدی سالگی تمام میسیم. همیشه بدون پیانو دارم به من ندادم. من خوش ندهیدم با کشم کنید چه کار کنم تا کسی به خسته و نهد کمر بیار با مکتب اینجا. از سوی هم در یگان مرکز ترک اعتیاد کودکان مبتلا به مواد مخدر هرات تنها 45 تن از این کودکان تحت درمان قرار دارند. این کودکان به منظور فراموش کردن مواد مخدر اکنون سرگرم فراگیری صنف‌های سوادآموزی، آموزش کامپیوتر و زبان انگلیسی هستند. روانشناسانی که در این مرکز درمانی فعالیت می کنند تاکید دارند اگر کودکان مبتلا به مواد مخدر مداوا نشوند آیندهشان نابود می گردد. آنان می گویند کودکان معتاد باید با روش های متناسب به درکشان مداوا شوند. بخش های مشوره انفرادی داریم به نام مشوره گروپی، روان درمانی و همچنان در بخش تدریس. در بخش تدریس تعلیمات اساسی فرا میگیرن، مضامین مکتب، همچنان انگلیسی، کامپیوتر و غیره. بخش های جامعه ولی بیشتر در اطفال هن که در معرض خطا قرار میگیرن، به خصوص زمان از که والدین از اینا یا اعضای فامیل از اینا، خصوصا پدر مادر اینا در خانه استفاده کننده مواد باشن، خود طبعا از طریق الگوپذیری. بر بنیاد آمارهای اداره محلی هرات بیش از 70,000 معتاد به مواد مخدر در این ولایت زندگی می کنند که 7%شان را کودکان تشکیل می دهند. مسئولان مراکز ترک اعتیاد با ابراز نگرانی می گویند برای مهار معضل خانمانسوز اعتیاد مراکز موجود ترک اعتیاد کافی نیست و باید مراکز ترک اعتیاد در هرات افزایش یابد. و اونا شاید انگیزی نا پس از این که تداوی بشن کم بشه و شاید نوبت نرسه و دیگه اصلا منصرف بشن از تداوی. فکر میکنم نیاز هست که باید مراکز تداوی برای اطفال افزایش پیدا میکنه. در همین حال مسئولان محلی هرات میپذیرند که با توجه به رقم درشت معتادان در هرات تعداد مراکز ترک اعتیاد به ویژه برای کودکان اندک است. سخنگوی والی هرات میگوید بسته پیشنهادی ایجاد مرکز هزار بستر ترک اعتیاد از سوی اداره محلی هرات به مرکز کشور فرستاده شده است و آنان منتظر پاسخ حکومت مرکزی هستند. یک شفاخانه 100 بستر تداوی معتادین در کنار سایر اماکن ایجاد بشه که میتونه ما رو کمک بکنه به سرعت بخشیدن روند تداوی و درمان معتادین. اما تقاضای اساسی و عمده ما این بود که یک مجموعه تداوی درمانی تفریحی و آموزشی برای معتادین به ظرفیت 1,000 بستر ایجاد بشه. این کودکان اکنون با عزم راسخ قصد دارند تا اعتیاد را ترک کنند. این کودکان از حکومت و اداره محلی هرات خواستار از بین بردن معضل اعتیاد در ولایت هرات هستند و دوست دارند آینده درخشانی را داشته باشند. دیده شود که حکومت به این معضل چه زمانی توجه خواهد کرد. سلیم مقیمی، آریانا نیوز، هرات.